دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی، که از عکس روی او شب هجران سر آمدی. تعبیر رفت یار سفر کرده میرسد، ای کاج هرچه زودتر از در آمدی. ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من، که از در مدام با قدح و ساغر آمدی. آن عهد یاد باد که از بام و در مرا، هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی. خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریادلی بجوی دلیلی سر آمدی. آن کوتو را به سنگ دلی کرد رهنمون، ای کاشکی که پاش به سنگی بر آمدی. گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم، مقبول طبع شاه هنر پرور آمدی. یک سلام گرم زمستونی تقدیم به همه شما دوستان و همراهان عزیز فردای ما. سلامی به روشنایی صبح بعد از یلدا و با امید پایان شب ایران و طلوع خورشید آزادی. یکی از شیادی‌های آخوند روحانی داستان حقوق شهروندی بود. منشوری پر از دروغ و وعده و یک سری از حقوق واضح و آشکار انسانی، اما فقط برای ویترین. وقتی که وارد صحنه واقعی جامعه میشی، هیچ خبری از این وعده‌ها و این حقوق نیست. روز 28 آذر ماه آخوند روحانی جلسه‌ای داشت تحت عنوان اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی. بله، باز هم همون وعده‌های دروغ و پارادوکس نظام ولایت. میخوایم چند تا از محورهای اون رو همینجا با هم بررسی کنیم. توی ستاره دار نباید داشته باشه. طرف میخواد درس بخونه، آقا میخواد درس بخونه، میخواد لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، چی کار داری به زندگیش؟ میریم از همسایه میپرسیم. طرف میخواد فوق لیسانس درس بخونه، حراست میره از همسایه میپرسه که این جوون خوبیه، این که تو خونهش زندگی میکنه، این همسرشه، به تو چه ربطی داره؟ این غلطات چیه دیگه؟ بله، چه حرفهای زیبایی. خوبه که همینجا یادی کنیم از اعتراف غلامی، وزیر علوم همین آخوند روحانی، که گفته بود در شروع امسال حداقل 200 دانشجوی مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ستاره دار شدن. آخوند روحانی در بخش دیگه از حرفهاش راجع به فضای مجازی صحبت کرده و گفته دستگاه های مختلفی به دنبال بستن شبکه های اجتماعی هستند و میگویند باید بزرگراه را ببندیم چون یک راننده تخلف کرده است. فضای امنیتی و ورود به زندگی خصوصی مردم نمیخواهیم. این کارها را باید رها کنیم و مردم را آزاد بگذاریم. جالب اینجاست که وزیر ارتباطات همین آخوند روحانی آذری جهرومی از فیلترینگ هوشمند خبر داده و اینکه افراد باید حین استفاده از اینترنت احراز هویت بشن. یک نمونه جالب دیگه واکنش روحانی به اعتراضات و حرفهای مردم راجع به بودجه سال 97 بود. وقتی بودجه ما رفت مجلس، از فردا تو فضای مجازی قوغایی به پا شد. چقدر قشنگ. همه مردم به صحنه آمدند، اظهار نظر میکنند، نقد میکنند، سازمان برنامه و بودجه رو نقد میکنند، دولت نقد میکنند، شخص رئیس جمهور نقد میکنند. دستشون درد نکنه، من دستشون میبوسم. بله، همین آخوند روحانی بود که پارسال بودجه سپاه رو دو برابر افزایش داد و امسال هم حداقل 42% افزایش بودجه داشته. یعنی شما میتونین حرف بزنین و انتقاد بکنین، اما جوابی براش وجود نداره. به نظر میرسه که هدف برگزاری این جلسه بیشتر مرور شعارهای قبلی، سوپاپ اطمینانی برای دولت و جلوگیری از حرکت‌های اعتراضی مردمه. در این صورت شاید بهتر بود که اسم این اجلاس رو اجلاس مالکشی حقوق شهروندی می‌ذاشتن. اما یک مصرف دیگه این جلسه مصرف بین‌المللی اون بود. شاید می‌خواستن در آستانه تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد از اون جلوگیری بکنن و یا اون رو به تعویق بندازن. اگر نیت این هم بوده، باید گفت که این اقدامشون بیشتر باعث آبروریزی بیشتر و رسوایی شعارها و ادعاهای پوچ اصلاحات و اعتدال شد و یک بار دیگه این رسوایی رو پیش چشم دنیا به نمایش گذاشت. تا
چندین روزه که مردم چند شهر ایران به خصوص تهران، تبریز و ارومیه از آلودگی شدید هوا رنج می‌برند. آلودگی که روز به روز بیشتر هم میشه. توی چنین وضعیتی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست رژیم گفته باید دعا کنیم باد بیاید تا این آلودگی ها را جابجا کند. انگار که دولت و حکومت هیچ وظیفه‌ای در قبال این مشکل قابل اجتناب و قابل پیشگیری نداشت. این وقاحت کلانتری باعث واکنش‌های زیادی به خصوص در فضای مجازی شد. یکی از کاربران به طنز ابتکار رو با کلانتری رئیس سازمان محیط زیست جدید مقایسه کرده و گفته رئیس سازمان محیط زیست دعاگو بهتر است یا بالا رونده از دیوار؟ کدوم رو ترجیح میدیم؟ باید دعا کرد باد بیاید و این همه بی‌مسئولیتی و مدیران ناکارآمد را با خود ببرد. در توییت دیگه‌ای به بی‌عملی و بی‌توجهی حکومت آخوندها اشاره شده و نوشته ماشین های بیکیفیت و فرسوده، بنزین بیکیفیت، سیستم حمل و نقل عمومی افتضاح، پایین بودن سرانه فضای سبز شهری، از بین بردن باغات حاشیه، برج‌سازی در مسیر باد غالب و مردمی که از آلودگی هوا می‌میرند و راهکار تعطیلی مدارس ابتدایی و شاید هم چند روز طرح زوج و فرد از درب منازل و تمام. برای جلوگیری از هدر رفتن بیت المال یک پیشنهاد برای دولت محترم دارم. اسم سازمان محیط زیست رو به سازمان دعا به خون و حقوق بگیر تغییر بدن تا تکلیف مدیران جانبرکف این سازمان مشخص میشه. حقوق میگیرن که دعا کنن.